سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها سمنگانی وزارت ها و کمیسیون های لغو شده در صورت نیاز بازگشایی می شوند. حامد کرزی خواستار همکاری جهان با طالبان شده است و همچنان در پایان شندگان ولایت کنر پاکستان 100 موشک تا حالا بر کنر پرتاب کرده است. با نام خدا و با تقدیم سلام به مجموع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. حامد کرزی خواستار همکاری جهان با طالبان شده است. 8 صبح کابل. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در مصاحبه با شبکه خبری CNN خواستار همکاری جهان با طالبان شده است. رئیس جمهور پیشین که اخیراً به دلیل برخی از اظهاراتش در مورد برگزاری لوی جرگه مورد انتقاد قرار گرفته است، در این مصاحبه در مورد طالبان گفته است: واقعیت این است که طالبان اکنون مقامات رسمی بالفعل کشور هستند. کرزی گفته است که زمان آن رسیده که جامعه جهانی با طالبان برای جلوگیری از مرگ میلیون ها نفر از گرسنگی همکاری کند. او افزوده است که جامعه جهانی باید رسانیدن که کمک به افغان ها نیازمندی را در اولویت قرار دهد و در حال حاضر به اعتمادی را کنار بگذاراند. حامد کرزی که پس از سقوط حاکمیت سابق طالبان به قدرت رسید در تاریخ به این سوال که جهان چگونه میتواند با گروهی که مسئول موارد مستند شده ای از جنایات، اعدام های غیرقانونی و قتل است تامل کند گفته است: مسئله جنایات بخش بسیار تاسف بار زندگی ما است و گفته او این جنایات از سوی همه طرف ها انجام شده است. کرزی در این مصاحبه مشارکت با طالبان را رد کرد. رئیس جمهور پیشین از سوی برخی از شهروندان در این اواخر متهم شده است که برای طالبان تبلیغ می کند. کرزی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از معدود رهبران سیاسی است که پس از تسلط طالبان همچنان در کابل باقی ماندند و همراه با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی شورای را برای برگرداندن نظم در کابل ایجاد کردند. حکومت سرپرست طالبان تا کنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت نشناخته شده است. همچنان این در حالی است که نفیسه نوری بر روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: باشندگان ولایت کنر میگویند که مقامات پاکستانی از تا کنون بیش از 100 موشک را در بلسوالی های سرکان و شلتان این ولایت شلید کردند و همچنان به انقطاعشان ادامه میدهند. مقام های طالبان در برابر حملات پاکستان سکوت اختیار کردند و چیزی نگفتند. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک نفیسه نوری. تا کنون این خبر از سوی منابع رسمی امارت اسلامی تایید و یا رد نشده است. همچنان این در حالی است که سمنگانی وزارت ها و کمیسیون های لغو شده در صورت نیاز بازگشایی می شوند. 8 صبح کابل. پس از لغو دو وزارت و کمیسیون های انتخاباتی اکنون حکومت سرپرست طالبان می گوید که در صورت نیاز در آینده در این اداره ها را بازگشایی خواهند کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان روز جمعه 3 قوس گفت: وزارت های دولت در امور پارلمانی و دولت در امور صلح و همچنان کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی چون در حال حاضر نیاز نبود لغو شده است. او می افزاید که با ایجاب شرایط و در صورت نیاز این ادارات دوباره شکل خواهد گرفت. حکومت سرپرست طالبان روز جمعه 3 جدی از لغو وزارت های دولت در امور پارلمانی و دولت در امور صلح و نیز لغو کمیسیون های مستقل انتخاباتی و شکایات انتخاباتی خبر داده بود. این در حالی است که در مورد سرنوشت صدها کارمند در این ادارات تا هنوز چیزی نگفتند. همچنان این در حالی است که گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: هشدار ارگان امنیت ملی به طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلامیه عمومی منصوبین امنیت ملی NDS در مسئله عفو عمومی از امارت اسلامی منصوبین
کارمندان، افسران، سربازان، طوری که همه مطلع هستند از زمان اف عمومی از توی امارت اسلامی یا طالبان، منصوبین ریاست امنیت ملی افغانستان به اشکال مختلف ترور می شوند و یا خبر قتلشان در رسانه های جمعی و فردی به دست نشر سپرده شده و نگرانی ها در این خصوص افزایش یافته است. بنوان بسیار فشرده و در این اعلامیه به تمام منصوبین امنیت ملی از کارمندان، افسران، سربازان هدایت لازم مبنی بر این که هیچ گونه عفو باور به عفو وجود نداشته. عفو از لحاظ تحلیل اطلاعات و نوعیت عمل کرده طالبان در این مورد، یعنی عفو عمومی مردود دانسته شده و قابل ذکر است که تمام منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی جهت تدابیر امنیتی و اتخاذ این تدابیر حتی سریعاً کوشش نموده و هرگز بر هیچ نهاد و یا فرد یا گروهی اعتماد نکرده و در جهت مسئول ماندن خیش و فامیل خود از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نوردند و برای زنده ماندن دست به هر اقدامی که حیاتشان را تضمین می کند بزنند، البته با منطق و اصول انسانی، مگر این که مجبور شوند دست به عمل کرده غیر ممکن زده که از طرف رهبر سازمان هیچ مشکلی ندارد. باز هم تاکید می نماییم با رعایت پروتکل های امنیتی از قبل تعیین شده توسط تیم های مربوط به آن. خاطر نشان نماییم که ما از کشورهای پیمان ناتو و همکاران خارجی و داخلی تقاضا مندیم که مسئله عفو عمومی طالبان را مورد بررسی و از ترورهای هدفمند جلوگیری نمایند، ورنه این حوصله مندی ها به پایان رسیده و طالبان به سرنوشت بدی که هرگز تصورش را هم نمی توانند بکنند دوچار خواهند شد و آنجا دیر است که از عملکرد منفی خود طالبان دست بکشند. سازمان ملل و دستان در کارانشان باید مسئله منصوبین ریاست امنیت عمومی ملی را با جلسه اضطراری حل نمایند و در مورد سرنوشتشان در افغانستان تصمیم صحیح و قابل ملاحظه گرفته شود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش داشته باشین. منتظر نظریات شما خواهیم بود.